بله صدای شما رو میشنوم. بله، بحث رفراندوم بسیار بحث در بله حقیقت ابهام آوری شده برای بسیاری و سوالات و در حقیقت کوشن مارک ها به قول انگلیسی ها بسیار زیاده. ما دوست داریم این بحث رو ادامه بدیم، امید داریم، واقعا امید داریم که این منجر به تغییر گفتمان اصلاح طلبانه، به تغییر اصلاح اصلاحات نینجامه. چون که آنچه که به نظر میرسه هنوز هم دوستان اصلاح طلب ما میخواهند بگویند که به خاطر اینکه مؤلفه های سیاسی در حقیقت علنا عوض شده و جنبش 17 دی این رو به تثبیت رسانده که بخش عظیمی از جامعه ایران نارضایتی بسیار بسیار از این رژیم دارن و خواهان تغییر رژیم هستن، این باعث میشه که قدرت اصلاح طلبان بیشتر بشه و اون تغییری رو که همیشه دنبالش بودیم به تدریج به وجود بیاد و میگوین و ما به خواستامون برسیم. البته نه همه خواستامون، بخشی از خواستامون. باعث هم دعوت به صبر و تأمل، باعث هم دعوت به رفتن به خانه و رفتن به پای صندوق رای. این یه سوالی است که من دوست دارم نظر شما دوستان داشته باشم. در این حال این مسئله عبور خشونت پرهیز نیز ابهام آوری که بحث خواهیم کرد. خانم شکو شما، از شما شروع میکنم. من در واقع فکر میکنم کسانی که با همه احترامی که برای برخی از این افراد، این 15 نفر قائلم، فکر میکنم که یک اشتباه محاسبه‌ای در این ماجرا هست و اون به این شکله که اینها تصورشون از همه پرسی یا رفراندوم همونیه که در کشورهای پیشرفته، کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که قوانین قانون اساسیشون بر اساس حقوق بشره انجام میشه. مرتب ما مثلا در خیلی از کشورها، کشورهای اروپایی میبینیم مرتب سر بسیاری از مسائل این رفراندوم رو، این همه پرسی رو برگزار میکنن و هیچ کسی هم اعتراضی به اون نداره، برای اینکه همه میدونن که صندوقهای رأی صندوق های کاملا مشخصیه و مطمئنیه. اما چیزی که این آقایون، ببخشید، این خانوم ها و آقایون مدعی هستن که انجام بشه اینه که در ایران و به وسیله جمهوری اسلامی این همه پرسی انجام بشه. این حیرت انگیزه. چگونه ممکنه و خود اینها دلایل این رفراندوم رو این میدونن که دیگه کار اصولگرایی و اصلاح طلبی تمومه. اینها اعتمادی به این حکومت ندارن در اون چی که نوشتن. چگونه ممکنه آدم به یک حکومتی اعتماد نداشته باشه و از اونها بخواد که رفراندومی علیه خودشون بذارن؟ درست. یعنی این حکومت یک کلمه هم تا این لحظه از اون رهبرش گرفته تا آقای رئیس جمهورش گرفته تا نمایندگانش گرفته یک کلمه علیه خودشون حرف نمیزنن. و چگونه ممکنه اینها به جایی برسن که بیان این رفراندوم رو برگزار کنن؟ نمایندگان سازمان ملل هم که به تعداد شهرهای ما آدم نمیفرستن، یه گروهی رو میفرستن، موقعی که دارن صندوق رو میشمرن اینا نظارت میکنن. خب همیشه صندوقای رفراندوم ها در کشورهای مستبد دیکتاتوری پر میشه، بعد میاد به اون سالن. هیچ کدوم از اینها در سالن نیست که موقعی در آمدن رأی نیست، موقعی پر کردنشه که پر میشه. و این حیرت انگیزه. به نظر من جمهوری اسلامی از این پیشنهاد، حتی اگر این 15 نفر هیچ کدومشون نخوان، خوشحال میشه طبعا. از اینکه عده آمدن و پیشنهاد کردن که رفراندوم بشه طبعا. و دوباره همان رفراندومی خواهد بود که در سال 57 یکی از بدترین رفراندوم هایی که در سراسر دنیا وجود داره انجام شد، یعنی درست در اوج شلوغی، هیجان، تغییر از یک حکومت به یک حکومت دیگه، اینها آمدن یک رفراندوم که آری یا نه بگین که کدوم حکومت. خب طبیعیه اونم به جمهوری اسلامی بگین آری یا نه، بدون این که توضیحی بدن این حکومت اسلامی چه هیولاییه. حتی
توضیح نداده، حتی قانون اساسی مشخص نبود مردم به چی باید رأی میدادن. و من فکر میکنم این رفراندوم، خواست رفراندوم زمانی که این حکومت هست، یعنی تا زمانی که این حکومت هست، یکی از اشتباهات بزرگیه که در واقع همونطور که سینی داغ ایران رو دادن به دست، به قول آقای بازرگان، به دست انقلابیون مسلمان، اکنون هم دوباره همون رو تکرار خواهند کرد. مرسی. واقعا این ما باید حافظه تاریخی رو داشته باشیم و تجربیات تاریخی در رابطه با این رژیم به ما نشان داده چه در رابطه با ریاکاری ها، چه در رابطه با گفتمان های یا گفتمان سازی هایی که درست در زمانی که در خطر بود. شما دادگاهی میکنوس یادتون باشه، اون جریانات اون زمان و ناگهان ظهور اصلاح طلبان و این گفتمان سازی ها توسط یکی از دوستان که شنیدم میگفت روشن فکران در حقیقت ارتجاعی، بله، که در درون باکس ایدئولوژیک خودشون میخوان ارمغان آور در حقیقت جامعه مدنی و حکومت دموکراتیک باشن. یک مسئله رو فراموش نکنیم که الان بخشی از این اصلاح طلبا دارن میگن که اصلاح طلبا به تدریج ایدئولوژیک شده. اصلاح طلبا از اول ایدئولوژیک بودن، مگر هیچ دیگر اندیشی در این سپهر انتخاباتی نمیدونم جمهوری اسلامی حق حضور داشت؟ اصلاح طلب ها از همون اول خودی و غیر خودی بودن، چون از همون اول هیچ موقع ولایت فقیه رو نفی نکرده. بله، من بازم مثل همیشه باید این دبل ادوکیت دبل ادوکیت من اولا باید ببینم که مفاد این رفراندوم چی هست. یه موقع رفراندوم، حتی کشورهای استبدادی هم رفراندوم میدن. ما در بعضی کشورهای آفریقایی دیدیم که درست که به ظاهر رای گیری هست و جعبه های رای هستن و رای شماری میکنن، ولی میان میگن که حالا یه مقدار شلوغ پلوغ میشه، خود اون دیکتاتور مال اون کشور آفریقایی میاد میگه که خب حالا رفراندوم میذاریم. رفراندوم چند نوع میتونه باشه. رفراندوم مثلا خود ایالت کالیفرنیا وقتی که رای گیری میشه، بعضی از چیزا به صورت تقریبا رفراندومه، بعضی میجرها حتما از مراحل لجیسلیتیو نمیره، از طریق مستقیم از مردم میخوان که در مورد مژه همه پرسی بکنن، همونجا رأی میگیرن و بعد ممکنه در انتخابات بعدی بگن که حالا چه جوری برای این چیزی که رأی دادین پولشو بدین. اینا تقریبا یه مینی به اصطلاح رفراندومای کوچیکه در ساختار یک چیز دموکراتیک. به هر حال یک دیکتاتور هم میتونه رفراندوم بذاره، ولی مفاد اون رفراندوم چی هست خدا میدونه. رفراندوم نمیتونه دیکتاتور بذاره، فقط میتونه زمانی دیکتاتور این کارو بکنه که به نفع خودشه، برای اینکه دیکتاتوری اصلا هیچ ربطی به همه پرسی نداره. دیکتاتور خودش دیکته میکنه همه چیز رو. توی کشورهای ما اصلا وجود نداره. شما حتی ببینید همین رفراندوم، حتی اگر ما فکر کنیم که بسیار هم پشتش این مسئله هست که همطور که اول مسئله میگن که میخوان گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به جای دیگه باشه و از خشونت و جنگ و اغتشاش جلوگیری بشه، من میخوام بگم که اتفاقا این رفراندومم با همه محاسنی که در اون در ارتباط با مردم گفته شده میتونه تبدیل به یک جنگ داخلی بشه. ببینید، برای اینکه این کسانی که رفراندوم رو تعیین کردن نوع حکومت رو نگفتن، فقط گفتن ما حکومت سکولار و دموکرات و چی میخوام، تبعیض نباشه، ولی از یکی از خودشون که آقای مخمل باف باشه بلافاصله در یک گفتگوی تلویزیونی بی بی سی شروع میکنه، میگه اگر که این سبب بشه که پسر شاه سابق بیاد و بخواد دوباره شاه بشه، من میشم حسن شریک، یعنی اینکه اسلحه دست میگیرم. خب این آقا چطور این تصور رو کرده که وقتی ایشون اسلحه دست بگیرن
گروه های دیگه هم هستن اون طرف که اونها بعد از این مسئله رفراندوم اگر که فکر کنن که فقط قصد این بوده که جمهوری خواه ها میتونن برن مسند بشینن، اونا من پادشاهی خواه ها رو کار ندارم. اونا هم آدم های هستن که دموکراتن، میخوان که یک پادشاهی به سبک انگلیس یا سوئد یا فلان بشه. ولی سلطنت طلبام هستن که اونا هم اینه آقای حسن، آقای محمل باف، اونا هم یهو اسلحه دست میگیرن میگن شما چریک شدین ما هم چریکیم. اصلا به طور کلی این مسئله گذار خشونت پرهیز این مسئله بله این مسئله سبب نمیشه، حتی برای اینکه تنها کاری که اینا نکردن اینه که بله آریو نبشه ابتدا رفراندوم که بله ما میخوایم از حکومت اسلامی به یک همچین حکومتی بریم. اون وقت تازه بعد از اون باید بیان رای بگیرن که حالا میخوان جمهوری بشه یا پادشاهی بشه. یعنی انقدر مقشوشه، درست مثل جمهوری رفراندوم جمهوری اسلامی که هیچ نوع شناختی به مردم ندادن. خانم سهیلا خانم عزیز وقتی که از افریقا صحبت میکنه، افریقای جنوبی در مورد آپارتاید که مسئله مطرح بود، ماندلا، زمان ماندلا، اینا آمدن مدت‌ها روی این مسئله کار کردن، یعنی فعالیت کردن، مردم آماده کردن. منظورم آفریقای جنوبی نبود، بعضی کشورهای آفریقایی به نظر دموکراتیک هستند ولی نیستن دموکراتیک، ولی رفراندوم هم میذارن بازم به نفع دیکتاتور تموم میشه. درست منظور این بود و در منظور من میگه اسم رفراندوم استفاده میکنن، در حقیقت ساختارشون مثلا دموکراتیکه ولی میبینید که 15 سال اون رئیس جمهور داره در حقیقت حکومت میکنه، ریاست جمهوری نمیکنه، و بعد که مردم به خرخرهشون میرسه میگه خب حالا یه رفراندوم میذاریم ببینیم کدومو میخوای، این رئیس جمهور رو میخوای یا نایب رئیس جمهور رو میخوای، که زیاد فرقی نمیکنه. مسئله اینه که این رفراندوم که میخواد انجام بشه بعضی موقع ممکنه خیلی کارساز باشه، ولی آیا این 15 نفر که این رفراندوم رو میان، من به عنوان یه خارجی دارم میبینم، من در مسائل داخلی ایرانی به هیچ وجه من چیز تاریخی به خصوصی ندارم، من همون خبرهایی که میشنیدم ولی به اون صورت مطالعه ندارم، ولی من به عنوان یه دوباره یه شهروند آمریکایی که میشنوم میخوام از اخبار تمام دنیا خبردار بشم، میپرسم از این 15 نفر این رفراندوم مفادش چیه؟ فقط برداشتن حکومت جمهوری اسلامیه یا اینکه میخوان چندین نوع انتخاب دارن میذارن برای این رفراندوم؟ شما اگر نخوندی شما وقتی اومدی اینجا مفادش رو، نه من نخوندم، من اومدم از شما یاد بگیرم، من اومدم از شما بپرسم. عجب. چیز جالبی که گفتن خب. چیز خیلی نشانه اینه که دیکتاتوری نیست، میگن که ما میخوایم راهکاری برای برون رفت از مشکلات بنیادی موجود در ایران، گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی مبتنی بر آرای آزاد مردم، رعایت کامل حقوق بشر، رفع همه تبعیض‌های نهادینه به خصوص برابری کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی انجام. خب این ادعاره جمهوری اسلامی داره اوردی. یعنی اگر از آقای روحانی بپرسی میگه اینا همش هست، من آزادی کامل در ایران. بله ازشون بپرسین، اونا تمام مفاهیم رو عوض کردن. ببینین منم همینو میگم، مفهوم رفراندوم هم عوض میشه اگر آقای روحانی بخواد بذاره. بشر اسلامی، حتی توریسم اسلامی درست کردن، حالا به نظر من میخوان یا رفراندوم اسلامی درست کنن یا سکولاریزم اسلامی درست کنن، چون خیلی از اصلاح طلبا میگن ما سکولاریم ولی میخوام یواش یواش برسیم به سکولاریزم. خب این میشه سکولاریزم؟ مگه یواش یواش داره؟ ولی ببینید خطرش من... خطری رو که من واقعا صمیمانه میگم، خطرش این هستش که اگر در درون این حکومت جمهوری اسلامی یک همچین چیزی اتفاق بیفته که نمیفته و اگر که بیفته فقط نظارت سازمان ملل باشه و مجری جمهوری اسلامی باشه،
مشروعیت بخشی به نظام خواهد بود و بدانید علارغم صحبت‌های آقای زیبا کلام که میگویند اگر که فرضاً رفراندوم بشه 70% از مردم نارضا هستند و جمهوری اسلامی هم خودش اینو میدونه و تن به رفراندوم نمیده، اگر موقعیتی براش پیش بیاد که بتونه نظام خودش رو ظاهراً بزک بکنه و به نمایش بگذاره، مثل همون انتخابات نمایشی که در حقیقت به دنیا بگه که مشروطیت من شرکت 20 میلیونی 24 میلیونی مردم و تثبیت این نظام هست، استقبال خواهد کرد از این داستان. و خطرناکترین بخشش این هستش که نتیجه این رفراندوم جمهوری اسلامی باشه. اون وقت میخواین چه کار بکنیم؟ ریسک به این بزرگی رو در درون نظام بدون اینکه ما بدونیم مجری کیه، مجری کیه، جواب بدین، خودشون باید باشه، پاسخ رو بگین، دولت ها باید باشه، پاسخ بدین به مردم، مردم رو دوباره منحرف نکنید به سمت اصلاحات. چون آقای خاتمی از محبوبیت خودش بخواد استفاده بکنه و آقای روحانی باز به امید و اون بخش دنیای امید و نمیدونم نوید و این حرفا امید واهی بده. ببینید اولین باری که مسئله رفراندوم مطرح شد توسط سازمان انقلابی کارگران راه کارگر، در همون زمانی که میگویند آقای خامنه‌ای از این داستان شرکت مردم در انتخابات، مقاله‌ای هست که دوست دارم ریفر بکنم اگر که تاپیکش یادم بیاد، خیلی مقاله جالبی هست در رابطه با رفراندوم، زمانی که آقای خامنه‌ای داره از همین مشارکت مردم در انتخابات نمایشی خودش، انتخابات بد و بدتری نمایشی خودش و گفتمانسازی‌های انحرافی و ریاکارانه اصلاح طلبان، بهترین و بیشترین بربرداری رو میکنه، به مردم قولای واهی میده. این گروه، این سازمان راه کارگر میاد شعار رفراندوم تنها شعار مردم رو میده، نه به خاطر اینکه اعتقاد داشته که جمهوری اسلامی رفراندوم رو میپذیره، بلکه برای افشای ماهیت این نظام با اون مردمی که فکر میکردن که این نظام در حقیقت به سمت استحاله و تغییر پذیری گام برمیده. این اولین بارش بود، سالها پیش، 20 و اندی سال گذشته. آقای مخمل باف در مصاحبه خودش در بی بی سی میگویند که با آقای خاتمی صحبتی داشتم و با آقای خاتمی گفتم آقای خاتمی شما که الان با من نشستید و اینقدر نگران وضعیت و نمیدونم چیز خودتون، شما دیدین مصاحبه؟ بله اون مصاحبه رو دیدم. بله. آبرو و حیثیت شما از بین رفته، قول وعده هایی رو که شما دادید انجام نشده، تبعیض به مفهوم فاحشش در در حال در جامعه ما حضور داره، تبعیض قومی، تبعیض نمیدونم جنسیتی، تبعیض دینی بین شیعه و سنی و بهایی و غیره و غیره، و هیچ کدوم از این به حقیقت قولهایی که شما در رابطه با جامعه مدنی و شهروندی دادید، نمیدونم روزنامه شهروند رو به وجود آورده، تحقق پیدا نکرده. آقای خاتمی از ایشون میپرسن که شما چی فکر میکنید؟ آقای مخمل باف میکنید؟ از شما سوال میخوام بکنم. به هر حال پاسخ این هستش که حکومتی که ایدولوژیک هست تغییر ناپذیر، یعنی نمیتونه در راه دموکراسی و در راه جامعه مدنی گام بردار. اینو خود کی میگه؟ خود آقای خاتمی میگه. میخوام من دستمو بشورم برگردم به اون کتابخونه، چون به بن‌بست رسیدم. جامعه خودش باید اینو تجربه میکرده، حالا میخوان باز دوباره جامعه تجربه بکنه رفراندوم رو. تجربه چی بکنه؟ جامعه چند سال چند نسل باید خون بده؟ جامعه تجربه کرده و به این نتیجه هم رسیده در اطلاع در حقیقت خواستگاه سیاسی خودشه، این نظام رو نمیخواد و به خونم نباید برگرده. بعدم خانم ساعد، سازمان ملل هرگز سر خود یا به خواست 19 نفر که چی، به خواست 5000 نفر هم بلند نمیشه بره توی کشوری انجام بده. روش اینه که یک حکومتی، یک دولت شناخته شده رسمی از سازمان ملل میخواد که بیاد نظارت کنه بر رفراندوم، به این دلیل که میخواد به مردم ثابت کنه که من
چیز دارم، حسن نیت دارم. اینا در واقع این آقایون، خانم ها و آقایون میخوان از جمهوری اسلامی که چنین چیزی رو از سازمان ملل بخواد که بیاد رفراندوم برگزار بشه، جمهوری اسلامی یک عمل انتحاری بکنه. اصلا خیلی عجیبه، یعنی حکومتی که حاضر نیست اشتباه خودشو بپذیره چگونه میخواد؟ مگر اینکه مطمئن باشه که رأی رو میگیرن، حکومت، مردم هم همه از صندوق هر چی که در میاد میگن جمهوری اسلامی. اگزکتلی دقیقاً. باز هم مطرح میکنیم، سالیان سال هستش که اپوزیسیون ساختار شکن به خاطر عبور پر، یعنی این گفتمان و این تئوری عبور خشونت پرهیز یک همچین راه حلی رو پیشنهاد کرده. اما ما حتی از همون اپوزیسیون ساختار شکن هم سوال داریم. بله، شما این راهکاری که پیشنهاد میکنید آیا منظورتون بعد از سرنگونیه یا قبل از سرنگونی؟ اگر قبل از سرنگونی، تفاوت زیادی با این داستان نداره. ما باید ببینیم ماهیت جمهوری اسلامی کجاست. اگر که من شنیدم بحث و مناظراتی که اینها میکنن، همین 15 نفر میکنن، واقعا منو که نه در حقیقت مدعی مفسر سیاسی هستم، درسته که من ممکنه مسترم علوم سیاسی باشه، ژورنالیست باشم، علاقه من باشم، برم بخونم، تحقیق بکنم، نظر سیاسی داشته باشم، ولی سیاستمدار نیستم. منو قانع نمیکنه. شما چگونه میتونید این مسئله رو با ماهیت متقلب و ریاکارانه رژیمی که همواره دروغ گفته، خودعه، تقیه، بخشی از اعتقاداتشه، ساختار حقوقیش اصلا هم چیزی رو نمیپذیره، سپاهش مأموریت و میشن و اعتقاد سپاهش حفظ ایدئولوژیکه، حفظ نظام ایدئولوژیکه، اوکی؟ با کدوم ابزار شما میخواین یک همچین رفراندومی رو با اعتماد چیز کنین، مگر اینکه دوباره مردم رو ببرید به سوی دعوت اصلاح طلبان که یه چیزایی همچین به گوشم میرسید که گفتمان تغییر بکنه. چه گفتمانی تغییر بکنه؟ ولی بهترینش میتونستن این کارو بکنن، به شرطی که این افراد که برخی از اونها از سران اصلاح طلب ها هستن، این رو به عنوان نظریه خودشون اعلام میکردن که آی مردم ایران، ما به اینجا رسیدیم که باید از حکومت اسلامی گذر کرد و به این رسید. اون موقع من هم میرفتم پای چیزشون امضا میکردم که میگفتم آفرین، اینها رسیدن به این جایی که حکومت اسلامی باید بره کنار. ولی خطابشون به مردم بود، اینها در واقع از یک حکومتی دارن چنین چیزی رو میخوان که از یه سو ردش میکنن، از یه سو تاییدش میکنن. بعدم اگر که این حکومت بره، که من با رفراندوم موافقم، زمانی که این حکومت از بین بره، یعنی این حکومت رو مردم براندازن، کی گفته که براندازی همیشه خشونته؟ اصلاً چه نیازی نیست؟ اصلا نگاه نمی‌کنن به این طرف. میتونه همین رفراندوم هم نتیجه خشونت‌آمیز داشته باشه. این حکومت برانداز بشه، کنار بره، همونطور که مردم در دیما خواستن کنار بره، اون وقت بله، اون وقت رفراندوم میشه. اجازه بدید ما خط داریم. های مختلف هم میان نظریات خودشون رو میگن، از جمهوری خواه گرفته، پادشاهی خواه گرفته، همه میگن در این چارچوب میان نظریات خودشونو میگن. اون موقع رفراندوم که میشه، مردم به راحتی میتونن نظر بدن و سازمان ملل هم اون موقع میتونه بیاد و میتونه، خود مردم میان صندوق ها رو مراقبت میکنن. این خیلی طبیعیه، خیلی جاهای این اتفاق افتاده، ولی در حضور یک حکومت دیکتاتوری محال یک رفراندوم درست انجام بشه. اصلا دیکتاتوری ایدئولوژیک مسئله، یه حکومت دیکتاتوری تنها نیست، یه حکومت توتالیتر ایدئولوژیک در حقیقت که اصلا حقوق شهروند رو به سخره میگیره و گرفته. و حتی همین مسئله آقای روحانی و نمیدونم آقای خاتمی که اینو گفتن، ببینید واکنش های ظاهرن واکنش های اونا چی بوده. شما گفتید اگر که اصلاح طلب ها بیان و این رو مطرح بکنن، من با نظریات آقای مخملباف و اصلاح طلب ها هیچ گونه
در حقیقت چیزی ندارم، سنخیتی نداشته نظر من، ولی یه مسئلهی که ایشون گفت و به دلم چسبید این بود اونجاست. و به دلم چسبید یه مسئلهی که ایشون در همین مناظره مطرح کرد و به دلم چسبید، گفتش که اصلاح طلبان به مانند جنینی هستند که در شکم ایدئولوژی که این ساختار تغذیه میشن، از شکم ایدئولوژی که این ساختار تغذیه میشن. یعنی خواست که مثلا بگه که این جنین با مادر فرق میکنه، ولی به هر حال به هر حال اگر اون نباشه یه رابطه سیمبایاتیک هست بینشون، یعنی بده بهسون هست، هر دوتاشون یه ریواردی از همدیگه میگیرن، حتی اگر مخالفت هم باشه اون مخالفت هم یه موقع به خود حاکم هم کمک میکنه، به حکومت هم کمک میکنه، به این تحت این عنوان که ببینید ما داریم باز میکنیم، داریم با اختلافات با این نظرهای مخالف و داریم تا میکنیم، یعنی تالرنس میخوان نشون بدن، یعنی اونم یه نوع ریاکاری حکومت که از اصلاح طلبا به عنوان سیمبایاتیک استفاده میکنن هر دو تاشون. اصلا اصلاح اگزکتلی دست به مسئله خوبی گذاشته سهیلا. آقای خاتمی به هر دلیلی هنوز محبوبیتی داره و خود همین محبوبیت آقای خاتمی بود که در حقیقت روحانی و نمیدونم حتی جنبش سبز و فلان حرفا رو پیش برد و اینا میدونن که با وجود تمام فشارهایی که به خود آقای خاتمی آوردن و نمیدونم ممنوع پیکچرش کردن و ممنوع تصویرش کردن و فلان حرفا، در به زنگهای حساس ایشونو بندازن جلو که ایشون هم چی بکنه. ولی یادمون نره در همین خیزش موزه آقای خاتمی چه بود در رابطه با همین جوانای ما که جلوی گلوله و نمیدونم شکنجه و زندان و این حرف افتن، موزش چی بود؟ موزه اصلاح طلبا یادمون نره چی بود؟ اینها از هم جدا نیستن، اینها اعضای به هم پیوسته یک پیکرن، پیکر ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی، هیچ موقع از هم جدا نبود. ممکنه گروهی بخوان یه مقدار در سیاستهای سرکوبگرانشون تعدیل باشه، اونم برای چی؟ برای اینکه فکر میکنن اگه تعدیل باشه خب ما میتونیم بیشتر دوام بیاریم، اگر نباشه سرکوب زیاد باشه یه مقدار ممکنه واکنش منفی داشته باشه که همینجورم که دیدن داره. حالا باز هم دارن به نجات این ساختار میزنن. من مدعی نیستم و متهم نمی کنم این دوستانی که آمدن و این اعلامیه رو دارن امضا میکنن، خلوص نیتشون برای خلوص نیتشون بله، اما در حقیقت عمل کرده، یعنی اون ویژنی رو که من دارم یک گام بلند در خاموش کردن این آتش فشان اعتراضات انقلابی ماست و دوباره تو همین بحثایی هم که خودشون میکنن میخوان که از اصلاح طلبا بیان و همین بحثی که خانم شکو جان شما کردی گفتی که اگر بیان و بگن که آره ما فکر میکنیم که دولت ایدئولوژیک، حکومت ایدئولوژیک پاسخگوی نیازهای مردم نیست و ما باید به سمت سکولاریسم بریم، ممکنه بتونیم، یعنی شما هم به ایشون رای میدید؟ من نمیدم، برای اینکه I don't believe them. They are liars. بزرگترین دروغگوهای در حقیقت تاریخی آمد. مسئله مثاله که میفهمم چی میگین، ولی They are liars. سانی رو که اینا که رای نمیخوان، رای دادن یعنی اینکه حرفشون رو چه کسیه که این حرف رو تایید نکنه که ما یک حکومت، ما میخوایم به جای جمهوری اسلامی یک حکومت دموکرات سکولار که بر پایه‌های منشور حقوق بشر ساخته میشه، ضد تبعیض، ضد تبعیضهای نژادی، قومی، جنسی، جنسیتی باشه. کی هست که این رو تایید نکنه؟ تازه مگه این اولین باره شکو جان؟ مگه اولین باره سهیلا خانم که اپوزیسیون خواست داره چنین مبانی هست؟ نتیجه رسیدن ما در مسئله مثلا شما خانم ستوده که واقعا بهای سنگینی برای همین چیزها داده، یا نرگس محمدی که الان توی زندانه، کسانی که در زندانه، یا محمد نوریزاد که الان، اینا رو ما متهم نمی کنیم که اینا میخوان که ساختار بمونه، ولی من میگم پاسخ روشنی برای ما ندارن اینا و تا پاسخ روشنی شما ندارین حق ندارید که مردم رو به سمتی بکشونین که فرصت سوزی باشه مثل 25 سال گذشته. کاملا درسته، یعنی بیراهی نباید ببریم. اگر یکی بگه نظره، همطور که من و شما نظر داریم میدیم، اینها میتونستن دست جمعی، چون برخیشون سابقه های اصلاح طلبی دارن، میتونستن یا سابقه های مثل آقای مخمل با همکاری نزدیک با حکومت داشتن،
اینها میتونن اعلام بکنن که ما هم به این نتیجه رسیدیم که این حکومت به درد نمیخوره و باید، یعنی در واقع پاسخی باشن برای مردمانی که دیماه برخواستن و فریاد زدن ما این حکومت رو نمیخوایم. البته آقای مخمل باف این رو گفته، گفته که باید عبور بشه، ایشون گفته. اما مسئله این است به قول شما مسئله جانبداری یه 14-15 نفر که وقتی خوب گوش میکنی توی مناظره ها میبینی که امید اینا این هستش که تندروها و اصلاح طلبا، اونم مبنی بر شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، بیان گفتمانشون رو تغییر بدن و گفتمان غالب بشه گفتمان رفراندوم، یعنی برگردیم دوباره به 60 میلیون امضا. متوجه هستین که اونها از اونا وقتی که پرسیدین گفت نه بابا این مسئله فرمه، نه مسئله اجرا، مسئله عمل نیست، مسئله ما داریم در رابطه با شکل و فرم رفراندوم برای جا انداختن گفتمان رفراندوم بحث میکنیم، نه؟ و وقتی که یه دهی میخواستن که این به مرحله اجرا برسه که عبور از سرنگونی نظام باشه جا زدن، نه؟ یادتون میاد که بله. بعد گفتن 60 میلیون در حقیقت رفراندوم شد. حالا من یه سوالی داشتم من که بیشتر روشن بشم. من نمیدونم که اصلا عقیده سنجی میشه در این مورد در داخل ایران، یا اصلا انقدر راحت میتونن مردم حرف بزنن مثلا پولینگ که بپرسن کدوم، یعنی مردم ایران چی میگن بیشتر مردم، یا این فقط بین اینتלקچوالایی که در خارج از ایران هستن و یه عده خیلی محدودی در داخلن، آیا عامه مردم از این بحث ها آگاهی کامل دارن، یا اگر میخوان که رفراندوم بیارن کی میخواد اینا رو ایجوکیت کنه، چه ارگانیزیشنی هست که میخواد بیاد به مردم معمولی ایران بگه که ببینید ما میخوایم یک حکومت خیلی عادلانه داشته باشیم، غیر مذهبی داشته باشیم، شما چه فکر میکنید، آیا حاضرید در این مباحث شرکت کنید، آیا سازمانایی هستن که اینا رو یاد بدن، برای که تلویزیون و رادیو اینا دست رژیمه، یعنی به هیچ وجه کسی نمیتونه از این تبلیغات و از این سخن، اگر هم یک چیزی بذارن من مطمئنم فرمالیت هست، اگر یک گروه های مثل مدل ما میشینن در کشورهای خارجی مباحثه میکنن راجع به این مسئله سبک سنگین میکنن، تبادل نظر میکنن، آیا این همین اتمسفر تو خود ایران هست؟ اگر هست چجوری میتونید نشونشون؟ همین میخوام بگم آیا سازمانی هست که اینا رو دیماه نشون دادن، جبه ها نشون دادن که در واقع خیلی جلوتر از کسایی هستن که بیرون از ایران نشستن و نسخه میپیچن بر مردم. درست میگین، کاملا نشون دادن که اونها گذر کردن از جمهوری اسلامی، اینا میخوان یه ترمز بذارن جلوشون، دوباره میخواد برشون گردن، یه عقب گرد، میدونی گذر کردی از این بامپ، حالا دوباره برگرد. خب خیلی از این اصلاح طلبا از یک تغییر ناگهانی راضی نیستن، برای اینکه اونها هم از نظر اقتصادی و از نظر مالی ممکنه بهشون صدمه وارد بشه، از نظر سیاسی، و از نظر سیاسی و از نظر قدرت حتی، برای اینکه نوک تیز حمله اتفاقا این خیزش خود اصلاح طلبا بودن و در حقیقت حساب اصلاح طلبا رو در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران رسیده، یعنی ریزش در حقیقت این گفتمان به بله، سمت من همینه، من منظورم اینه که حالا میخوان دوباره یه حیات تازهی باید بفراندن، عامه مردم اصلا پشیزی برای حرفای این اصلاح طلبا قائلن، یا اصلا براشون فیزبل این چیزهایی که میگن، یا اینقدر در سختی و فشار هستن که دیگه نه اصلاح طلب نه رفراندوم هیچ کدوم فایده نداره، بلکه یک دوباره ممکنه یک آیا یه انقلاب دیگه خواهد شد در ایران، آیا استامک اینو دارن، این چیزو دارن تحمل یک انقلاب دیگه که با هزینه مالی و هزینه جسمی توام باشه، آیا دارن؟ اینا خیلی سوالای مختلف هست. ببین الان اینا پاسخ سوال شما رو به این طور به این صورت میدن که ما خواهان رفراندوم هستیم به خاطر
پرهیز از خونریزی و انقلاب دیگر رو خشونت و این حرفا، در صورت که این هم باز مخدوشه، یعنی این هم باز این هم باز یه بحث انحرافیه. مثل این میمونه که فرزن الان دوره های مثلا 1970 که اینجا مثلا پتی هرز بیاد با یه عده بیان کارای چریکی بکنن، یا کوباس که فرزند چکوارو بیاد، یا دوره نمیدونم چریکای فدایی خلق، اینا کدوم زمان بوده که مردم ما در این 40 سال دست به خشونت زده؟ این در حقیقت اون چیز که نمیگن این هستش که انگاری مردم دارن با خشونت با این رژیم برخورد میکنن، حالا میگن بیاین مسالمت با مسالمت. نوع برخورد مردم رو خود حکومت تعیین میکنه، یعنی اگر خواستهای مردم با سرکوب و خشونت خود رژیم برخورد نکنه پس چرا شما از مردم رژیم مسالمت برخورد و مردم داشتن تو این مدت، چرا شما از رژیم نمیخواین که من برخورد ایران داشتن، چه در جنبش سبز بله. چه بار یعنی حتی در دورترین روستاها وقتی مردم بلند شدن رفتارشون رفتار واقعا متمدنانه بوده، یعنی من واقعا احساس غرور میکنم به عنوان ایرانی. از چنین مردمی نباید خواست که ساکت صدا در نیاد، هیچی نگن، باید از اون حکومت خواست که ببینین چه کردن. شما این آقای امامی رو یک شخصیت محیط زیستی معتبر شریف آدم این همه دوستش دارن آمدن های و هوی که ایشون جاسوس بوده بعدم خودکشی کرده، چقدر خودکشی کرده. همه الان صحبت بر سر اینه که هواپیمایی که در یاسوج سقوط کرده اکثریت کسایی که در اون بودن یعنی فعالین محیط زیست بودن که چند پیش رفته بودن جلوی مجلس و خواسته بودن زندانی ها آزاد بشن. خب همه چیز میتونه الان، یعنی این حکومت همه نوع خشونتی بهش میچسبه. اگر کسی میخواد که از داخل و خارج سخنی بگه خطاب به این حکومت باید بده بگه. به هر حال رفراندوم الان ما حدود بله حدود گفتن 6:52 دقیقه است، ما ها 2 دقیقه فرصت داریم. آه 2 دقیقه فرصت داریم ما، پس به جنبندی هم به اون صورت نمیرسیم. نکته اول عبور خشونت پرهیز توسط خود دولت و میزان برخورد دولت، میزان خشونتی که دولت داره برخورد میکنه، مردمی که زیر گلوله و تیر و تفنگ قرار میگیرن حق دفاع از خودشون دارن. رفراندوم در داخل ایران یک آرزو پروری است و اگر اتفاق بیفته بزرگترین خطری است که دموکراسی رو تهدید میکنه، دموکراسی رو در حقیقت مستقر نمیکنه. ما در این زمینه باید بحث بکنیم، در زمینه موومنت زنان بسیار بسیار افتخار آفرین نرسیدیم بحث بکنیم. پیام آخر شو کجا؟ من فکر میکنم باز هم مثل همیشه عقیده من اینه که خود مردم ایران خیلی بهتر سرنوشت خودشون رو میتونن در دستشون بگیرن، حالا اگر میتونن یا با تظاهرات غیر خشونت آمیز و یا با حتی رأی دادن، من با رأی دادن مخالف نیستم، حتی اگر در بدترین شرایط باشه باز مردم وقتی که نشون بدن که فعالن از نظر سیاسی هیچ باز خودش شکو جان شما چیز داره. من میگم رهبران اپوزیسیون چه داخل چه بیرون از ایران اکنون به جای اینکه راه حلایی پیدا کنن که مانع حرکت بیشتر مردم بشه و به حکومت پوهن بیشتری بده، راه حلایی پیدا بکنن که مردم بتونن به اون چی که دیما خواستن برسن. تشکل سندیکاها، تشکل گروه های مختلف مردم، بله. نافرمانی مدنی بله. تشکل و اتحاد. تا هفته آینده شما دوستان رو به خداوند بزرگ میسپاریم، به امید آزادی ایران.